بسم الله الرحمن الرحیم حدود ده, ده روز پیش بود که پس از یکی از مناظرات من از آقای جلیلی رسما درخواست کردم که بیاد در موضوع کرسنت با هم مستقیما مناظره بکنیم چون ایشان این, دستور این درخواست من رو اجابت نکردن و وقت میگذره و عده هم از دوستان ایشان شروع کردن مطالبی رو که خلاف هست بیان میکنن من چاره ندیدم جز این که بیام و تنهایی مطالب رو بگم آقای جلیلی شما خبر داشتین که در قرارداد با کرسند قرار بود گاز میدان مشترک سلمان که از سالها پیش توسط ابوظبی برداشت میشد به نشین شارجه صادر بشه و این نشین با ابوظبی رقابت دیرینه داره و ادعا میشه که با انعقاد قرارداد کرسنت ابوظبی با سفارت آمریکا و عربستان هماهنگ شد که این قرارداد لغو بشه تا شارجه از لحاظ تامین انرژی مستقل نشه به نظر شما چه ارتباطی بین مخالفت داخلی با این قرارداد و خواست آمریکا، اسرائیل، عربستان و ابوظبی وجود داره اینها البته تماما در اسناد ویکیلیکس آمده آقای جلیلی شما خودتون در مکاتباتتون اعتراف کردید که کرسنت یک شرکت نفتی متعلق به شیخ یا امارت شارجه است پس چرا میگویید ما با یک شرکت واسطه و دلال برای صادرات گاز قرارداد بستیم آقای جلیلی شما میگویید قرارداد با قیمت پایین بسته شده مگر خبر ندارید که مکانیسم تجدید نظر در این قرارداد برای قیمتش وجود داشته و در اسفند 1383 شرکت نفت رسما به شرکت کرسند اعلام کرد که با توجه به تغییرات در قیمت جهانی نفت باید در قیمت قرارداد تجدید نظر بشه و اون شرکت هم عملا پذیرفت شما به این موضوع توجه نکردید و جلو مذاکرات تیم آقای احمدی نژاد رو برای اصلاح قیمت قرارداد عملا گرفتید ما قرارداد رو بسته بودیم اما شما جلو هر مذاکره برای اصلاح قیمت رو گرفتید و حتی مانع همفکرانتون شدین که میخواستن مذاکره بکنن کسانی هستند که میخوان این موضوع رو سیاسی کنند در حالی که هم من و هم همکاران هم دنبال اجرای این قرارداد بودیم بود. و هم سه تن از وزیران بعدی که آقایان وزیری هامانه بودند، آقای نوزری بود و مرحوم رستم قاسمی جز آقای میرکازمی و هم خود آقای احمدی نژاد رئیس جمهور چرا که این قرارداد هم برای کشور درآمد داشت و هم وابستگی متقابل درازمدت بین ما و امارات در بخش انرژی ایجاد می کرد اما شما مانع شدید چه شد که فکر کردید از رئیس جمهور و, وزیرا و وزیران نفت کشور بهتر مسائل رو میفهمید آ جلیلی اصلا فرض میکنیم حرف شما درست فرض محال که محال نیست یک سری آدم فاسد در این موضوع بودن خب باید مسائل را به دستگاه قضا برای رسیدگی منعکس می کردید اما چرا جلوه اجرای قرارداد رو گرفتید رسیدگی به فساد ادعای شما منافاتی با عملیاتی شدن قرارداد مهمی که بسته شده بود بعد از سالها و تنها قرارداد صادرات گاز ما به امارات بود نداشت سازمان برنامه بودجه وزارت خارجه وزارت اقتصاد دفتر امور حقوقی بین ریاست جمهوری و وزارت نفت جز در دوره محدود وزارت آقای میرکاظمی و ببخشه و ببیشه شخص رئیس جمهور وقت همه موافق اجرایی کردن قرارداد بودند به نظر شما آقای جلیلی چی شد که آقای احمدی نژاد که ابتدا خودش منتقد قرارداد کرسنت بود پیگیر اجرای این قرارداد شد و از وزارت نفت خواست که این قرارداد رو اجرا کنه اما شما مانع شدید چرا مانع اجرای دستور رئیس جمهور وقت شدید اینجا که دیگه خاتم یا زنگنه نبودن آقای جلیلی یادتون میاد که در نامه در سال 1388 با آقای احمدی نژاد نوشتید که اگر قرارداد کرسنت را اجرا نکنیم خسارت چندانی به ما وارد نمی شود به مهم نیست و بر این اساس با هر گونه مذاکره برای اجرای قرارداد مخالفت کردید این روزها که خودتون از خسارات ده میلیارد دلاری صحبت می کنید چه جوابی به این اشتباهات بزرگتون دارید آقای جلیلی شما بهتر میدونید که اعتبار بین المللی شرکت های یک کشور چقدر اهمیت داره اما کاری که با شرکت نفت در با عدم اجرای قراردادی که رسل کردید اعتبار صد ساله شرکت نفت رو یک جا حراج کردید چرا این برار شرکت نفت آوردید آقای جلیلی یک بار برهوم کردان در سمت وزیر کشور بعد از اینکه از پای مقامی وزارت نفت رفته بودن کنار ظاهرا با دستور آقای احمدی نژاد به یک بار هم آقای دکتر جعفرزاده رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در سال 1189 با کرسنت توافق کردند و هر دو توافقات خوبی بود چه توافق بر سر قیمت و اصلاح قیمت و چه در موضوع فروش سکوی مبارک به ایران آقای احمد نژاد در مصاحبه گفتند که تمام تفاهمات را برای اجرای قرارداد کرسنت انجام دادیم ولی عده در داخل مانع شدند آقای جلیلی بگین غیر از شما چه افراد دیگری مانع این قرارداد شدن چون شما که واضح مانع اصلی بودید مکاتباتتون هم این رو روشنی نشان میده به رغم ادعای, ادعای آقای میرکازمی که گفت تا سال 1384 هیچ نامه ای از طرف دیوان و محاسبات بازرسی کل کشور وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در رد قرار داده با کرسنت به وزارت نو واصل نشد و امضای همه طرف های مرتبط با قرارداد شامل نمایندگان سازمان برنامه بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز نمایندگان مجلس که برای نظارت بر در عقد قراردادهای نفتی تعیین شده بودند در این مورد قبل از تنفیذ قرارداد عقل شده بود آقای جلیل شما که ادعا می کنید در این قرارداد فساد بوده و ما اسناد را افشا می کنیم باید گفت دوران بگم بگم ها تمام شده شما نزدیک 20 سال است که در جریان این تصمیم گیری ها هستید و باید اسنادتان را به قوه قضایی میدادید که رسیدگی شود اسناد فساد رو ما برای رسیدگی به فساد از شما بسیار مثرتر هستیم و سابقه ما هم همین رو میگه آقای جلیلی شما بر اساس مسببه شورای عالی امنیت ملی مسئول این پرونده بودید و وقتی که ادعا میکنید در این قرارداد به دلیل فساد قیمت گاز پایین بوده از اونجایی که قانون حاکم برقرار داد این تنها قرارداد داد گازی ماست که قانون حاکمه بر اون قانون ایران بوده می توانستید یکی از این کارها را انجام بدید که انجام ندادید و فرصت های طلایی را از دست دادید شما می توانستید وقتی که مدعی فساد هستید به دلیل خیار تدلیس از دادگاه های ایران تقاضای بطلان قرارداد بکنید شما می توانستید به دلیلی که قرارداد قیمتش خیلی پایینه و با ادعای خیار قبل درخواست بطلان قبل یا قبل فاهش تقاضای بطلان قرارداد رو بکنید اما هیچ کدام از این کارها رو نکردید و راه های دیگه ای رو رفتید ظاهرا خودتونم نمیخواستید یا نمیدونست من کنم نمیدونستید که از چطور مدیریت کنید موضوع رو و فرصت های طلایی رو از دست دادید آی جلیلی شما می از طریق مجلس مسببه رو دریافت کنید مبنی بر ممنوعیت صادرات گاز ترش و کلی از مشکلات کشور به این ترتیب اون خطرات بعدی رو دفع کنید شما میدونید که قطری ها بعد از ما قرارداد گازی رو بستن با شرکت دلفین که تقریبا چهار برابر حجمش مقدار صادرات گازی بود که ما در قرارداد با کرسنت بستیم و درآمد خالص قطر از این قرارداد به مراتب کمتر از درآمد خالص ما از قرارداد کرسنت هست ما از قطر در رقابت برای صادرات گاز به امارات عقب افتادیم و کلی هم درآمد رو از دست دادیم و امروز شما مدعی هستید که 18 میلیارد دلار خسارت خوردیم این خسارت مشخصا محصول مدیریت غیر مدبرانه شماست آقای جلیلی مگر شما نمیگید که قیمت قرارداد کرسنت پایین بوده خب چرا نرفتید یک قراردادی ببندید که یک سنت قیمتش بالاتر از این قرارداد باشه برای صادرات به امارات شما هنرتون بستن نیست متوقف کردن توقف کرسن توقف برجام توقف FATF توقف رابطه با دنیا آقا جلیلی شما با این کاراتون بازار گاز امارات تا سالها به روی ایران بستید توهم شما باعث شد که کشور در تلاش برای حضور در بازار گاز منطقه از منظر امنیتی و اطلاعاتی شکست بخوره آیا این بود عمق راهبردی شما آقای جلیلی یادتون هست که به هنگام اخذ اعتماد برای من به عنوان وزیر نفت در مرداد 1392 شما نامه ای با آقای روحانی نوشتید و در اون از ایشان خواستین که به من ابلاغ کنن که حق نداشته باشم در مجلس از کرسنت حرفی بزنم و بعدش رفیق فابریکتون آقای زاکانی آمدند و هر چی که میشد در مورد کرسنت علیه من دست و زبان بسته گفتن و من نتوانستم در مقابلش حرفی بزنم چون قبلش برنامه چنین تنظیم شده بود گرچه با کمک خدا من رأی آوردم اما ثابت کردید که شما جرأت مذاکره روی روی با من رو از همون موقع نداشتی آقای جلیل من سی سال وزیر بودم نفستون در نیامد امروز کرسنت کرسنت میکنید عملکرد سیاه شما را کرسنت تمیز نمیکنه آقای جلیلی حداقل درآمد ما در این قرارداد ده میلیارد دلار بود که با اقدامات شما به هدر رفت یا دود هوا شد و یا از زیر زمین توسط ابوظبی از مخزن مشترک برداشت شد چی بگه آدم یکی داستان پر آب چشم آقای جلیلی باز هم واضح میگم نه گنگ هم مثل شما بیا مناظره کنیم شما همتون با هم من تک یک کلمه بگو بله و بیا من هیچ قصدی برای هیچ مسئل... پذیرش هیچ مسئولیتی در دولت ها ندارم الان شما زورتون فقط به من بیکس و بی پناه میرسه که جز خدا پناهی ندارم و هر روز مرا به این طرف و اون طرف میکشید من چلو شش سال به کشورم و مردم خدمت کردم حالا سر پیری و با این ریش سفید هر روز باید با پیگیری مسررانه امثال شما به دادگاه ها و سایر دستگاه های نظارتی بروم این از عاقبت کار من خدا میبیند آیه جلیلی بدانید خدا میبیند خدا به همه ما خیر بده واسه